با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، جشن بهمنگان رو خدمتون تبریک میگم. این جشن بهمنگان یکی از جشنهای بسیار مهمی هست که در ایران در هفته اول بهمن ماه برگزار میشده و نکته جالبش این هست که جشنی هست که علاوه بر بزرگ داشته اندیشه نیک که یکی از مهمترین سه وجه مثلث اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک هست، جشنی هست برای بزرگ داشته حیوانات و گرامی داشته حیوانات. من در این ویدیو سعی کردم که اندکی از رفتارهای پرندگان رو و لذتی که اونها در از طبیعت میبرن رو شما به اشتراک بگذارم. ما متاسفانه برخی اوقات فکر میکنیم که صاحب طبیعت هستیم و فقط این ما هستیم که از طبیعت لذت میبریم و از زیبایی هاش بهره مند میشیم، اما این در حالی هست که حیوانات و همه حیوانات، به خصوص که در این ویدیو من صحنه هایی از بازی پرندگان و کلاغ‌ها رو براتون به نمایشگاه گذاشتم که با آب و برف و درختان چقدر بازی میکنن و چقدر لذت میبرن، همیشه به این هم اگه آگاه باشیم بیشتر میتونیم از طبیعت هم بهره‌مند بشیم. پرندگان در اندیشه کهن ایرانی جایگاه بسیار ویژه و به خصوصی رو به خودشون اختصاص میدن. حالا علاوه بر این که به خاطر داشتن بال و قابلیت پروازشون همیشه نمادی از آزادی، آزادگی بودن، در اندیشه مذهبی هم نمادی از نیروهای قدسی و به خصوص فرشتگان بودن. علاوه بر اون کلاغ و نماد کلاغ در آیین مهرپرستی که آیین کهن ایرانیان بوده هم حضور ویژه‌ای داره و از اون به عنوان نمادی از آگاهی و دانایی یاد میشه. خب شاید بی ارتباط نباشه که من در این ویدیو گوشه هایی از زندگی کلاغ ها رو به نمایش گذاشتم که میتونه نمادی از آگاهی باشه و بهمن و بهمنگان نمادی از آگاهی هست. جالبه که بدونیم که بهمن وجه دنیاییش سائقه است، آتش سائقه، و در اینجا میبینیم که همونطور که من رفتم و درون برف وایستم عکس گرفتم، کلاغی هم اومده و همون جای پای من پا گذاشته. به هر حال آتش جنبه های مختلفی داره که یکی از معنوی ترین معانی اون و پاک ترین اونها آتش سائقه هست. در این شبهای سرد زمستانی برای همتون آرزوی شادابی، سلامتی و گرمی دلهاتون رو دارم. این لحظات زیبا رو با شما به اشتراک میگذارم که ببینیم که پرندگان چقدر با طبیعت و آب و درخت و زندگی هماهنگن. از طرفی پرندگان در نقاشی کودکان هم نقش بسیار بسیار پر اهمیتی دارن و معمولا بچه ها پرنده ها رو با یک ذوق و شوق خوبی و به شکل کسایی که دوستشون دارن طراحی میکنن. و البته این من چند نمونه از طرح‌هایی از پرندگان رو که در هنر کهن ایران طراحی شده براتون اینجا به اشتراک میذارم که ببینید واقعا با چه سبک زیبایی این پرندگانی که حدود 1500 سال پیش در هنر ایران طراحی شدن میتونن همین امروز هم به عنوان یک هنر کاملا نوین و با استانداردهای هنرهای تجسمی به نمایش در بیان و حتی کاملا میتونن انتزاعی باشن. حالا بگذاریم از این که در اونها از نمادهای درختان و گیاهان و زندگی هم استفاده شده. با فواره آب
بسیار ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم همونطور که من واقعا لذت بردم از این بازی که پرندگان با آب و طبیعت داشتن، شما هم استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. اگه علاقمند هستین که با نمادهای پرندگان در هنر ایرانی و کلن نمادهای حیوانی و معنای اونها در هنر کاهن ایران آشنا بشین، میتونین کتابهای من رو از سایت آمازون با سرچ نام من پردیس بهمنی در سایت آمازون پیدا کنین و هر کدوم رو که بیشتر فکر میکنین که علاقه دارین که بخونین شروع کنین و در رابطه با فرهنگ و هنر ایرانی بیشتر اطلاعات کسب کنین و حتی اونها رو میتونین به دوستان انگلیسی زبانتون هم معرفی کنین. شاد و خوب و موفق باشین.